استیو مینوچن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید دولت پرزیدنت ترامپ خواستار همکاری با متحدان واشنگتن جهت گسترش تحریم ها علیه ایران است. چندی پیش آمریکا یک شرکت چینی و چند شرکت ایرانی را به دلیل تعاملات بازرگانیشان با سپاه پاسداران تحریم کرد. اما به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، آقای مینوچن در مصاحبه روز دوشنبه خود در مورد اقدام ویژه‌ای علیه شرکت‌های طرف قرارداد با بخش نظامی در ایران مطلبی بیان نکرده است. همکارمان آقای هوشمند میرفخرایی اینجا در استودیو با ماست. خوش آمدید آقای میرفخرایی. نکات اصلی طرح آمریکا در چگونگی در واقع گسترش تحریم‌ها علیه ایران چیه و چطور اجرا خواهد شد؟ جناب برامی، همونطور که شما میدونید وزارت خزانه داری آمریکا مسئول تحریزی و تنظیم تحریم ها و نظارت بر چگونگی اجرای تحریم های ایالات متحده علیه ایران. سفر آقای مینوچن به خاورمیانه هم که به سه کشور اسرائیل و عربستان سعودی و قطر رفت میشه در یک کلام خلاصه بشه، یعنی مبارزه با پولشویی و بستن کانال های نقل و انتقال منابع مالی به گروه های تروریستی و افراطی. طبعا وقتی ایشون به اسرائیل رفته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ملاقات کرده، با مشاور امنیت ملی ایشون که اخیرا به این سمت انتخاب شده، دو هفته پیش انتخاب شده، با ایشون ملاقات کرده. بعد مهمترین نکته حرفشون هم پایان دادن به نحوه پایان دادن به کمک ها امدادهای مالی ایران به گروه حزب الله. در سفر به عربستان سعودی مهمترین مطلبی که ایشون اونجا عنوان کرد نام بردن از 7 نفر بود، 7 تا تروریست بود که متعلق به شبکه القاعده و داعش بودن در شبه جزیره عربستان سعودی و یمن اینها فعالیت میکنن. این نام بردن از این افراد و قرار دادن اونها در لیست تحریم های ایالات متحده و عربستان و سعودی اولین اقدامی است که توسط یک مرکز مشترک مستقر در ریاض انجام شده، یک مرکز مبارزه با تروریسم انجام شده. اخیراً این ماه پیش این مرکز تشکیل شده. در سفر به قطر هم ایشون دقیقاً از همین خط اصلی، دقیقاً از همین ترجیبند پیروی میکنه، با این تفاوت که در مورد قطر این مسبوق به سابقه بیشتری هم هست، یعنی در سفر آقای تیدرسون در تا اوایل تابستان امسال اونجا یه تفاهم نامی ضد تروریستی امضا شد که ایشون دنباله اون کار رو گرفت. حالا سوالی که پیش میاد این که مرکز که فرمودید که مرکز مبارزه با تروریسمی که در عربستان با کمک آمریکا تأسیس شده در حل بحران قطر هم کمک میکنه یا نه؟ ما امیدوارم. حداقل قضیه اینه که بالقوه میتونه کمک بکنه. یعنی فی الواقع زمینه و بستر این کار رو میتونه فراهم کنه. اما چیزی رو که میتونم به تاکید بکنم اینه که آنچنان بنبستی در شورای همکاری خلیج فارس به وجود اومده که به نظر نمیرسه که برادران عرب بتونن واقعا با وجود اینکه متحد ایالات متحده هستن، متحد خودشون هم هستن، اینجا بتونن این مسئله رو حل بکنن. درست. به همین دلیل به گزارش خبرگزاری الجزیره اگر اشتباه نکنم کاخ سفید پیشنهاد برگزاری کنفرانسی در کمپ دیوید رو برای این کار قبول کرد.